به خاله چی میگی؟ ممنونم. ما وقت زیادی رو صرف تقویت کردن رفتار خوب در کودکانمون کردیم. مثلا به اونا یادآوری کردیم که تشکر کنن. اهمیت قدردانی بیشتر از اینه و کلید ساختن یه رابطه محکمه. تحقیقات نشون داده کودکان قدرشناس خوشحالتر و خوشبینتر هستن. یه سری راهکار برای تقویت قدرشناسی در کودکان به شما ارائه میشه. دانشمندان 4 بخش برای قدرشناسی شناسایی کردن. ما میتونیم با کودکانمون مکالماتی داشته باشیم که سپاسگزاری رو در اونها افزایش بده. با استفاده از سوالات متوجه باش، فکر کن، احساس کن و انجام بده. دیدی خاله برات حیوان مورد علاقت و بافت؟ به کودکان خود کمک کنید متوجه کادوی واقعی پشت کادویی که دریافت میکنن باشن. فکر میکنی چرا این کادو رو گرفتی؟ خب تولدم که نیست، ولی خاله همیشه به هم میگه دوستم داره. کادوی خاله باعث میشه چه حسی داشته باشی؟ وای خوشحال. راهی هست که بهش نشون بدی چه حسی داری؟ کودکان گاهی اوقات تمام بخش‌های قدرشناسی رو تجربه نمی‌کنن و این مشکلی نداره. سوال کردن از کودکان که درباره چیزی که دریافت کردن، چی فهمیدن، فکر می‌کنن یا حس می‌کنن یا می‌خوان با اون چی کار کنن، مؤثره و می‌تونه به اونا کمک کنه قدردانی خودشون رو با چیزی بیشتر از تشکر کردن ابراز کنن. وقتی کودکان بزرگتر میشن، شرایط بیشتری برای قدردانی براشون ایجاد میشه. تحقیقات نشون داده که کودکان و نوجوانان قدرشناستر کمتر حسود، افسرده و وابسته به مادیات هستن و بیشتر از در جمع بودن و مشغول بودن و خوب در مدرسه عمل کردن راضی هستن. تقویت قدردانی نیاز به تمرین، تفکر و زمان داره و وقتی کودکان تمامی بخش‌های قدرشناسی رو تجربه می‌کنن، بیشتر به دیگران کمک می‌کنن تا جمع بهتری ایجاد کنن.